پنجشیر مرکز جنگ تاجکان. بیننده های گرامی، درود و سلام بر شما. پنجشیر مرکز جنگ طالبان. در یکی از گروه ها در مسنجر بحث میان تاجیکی در مورد چگونگی کسب قدرت عملکردهای ناروای پنجشیری ها در 20 سال اخیر که به معنای برباد دادن ثمره جهاد و مقاومت پنداشته می شود و چه باید کردهای آینده صورت گرفت. آنجا متاسفانه دوستانی حضور دارند که خیلی زیاد پنجشیری هستند و با دست آویز قرار دادن غفلت و فساد و خیانت چند پنجشیری یکسره با پنجشیر و پنجشیریان میتازند و معتقدند که مسیر آینده سیاسی ما در غیاب پنجشیری ها طی شود. من در آنجا مختصر دیدگاه خود را پیرامون سوالات و بحث ها شریک کردم که اینجا نیز شریک میکنم. باید عرض کنم که این دیدگاه من یک دیدگاه سابقه است و تازگی ندارد و دوستانی که ما را میشناسند و نوشته های ما را تعقیب کرده اند در سال 2014 میلادی نیز وقتی غنی از عبدالله خواسته بود که کابینه پیشنهادی اش از پنجشیری ها تشکیل نشود، این دیدگاه را در فیسبوک نوشتم، چون دیدگاه خود را در چند بخش و در پاسخ سوال ها مطرح کردم. از نظر روایی چندانی برخوردار نیست و به همان شکل مطرح شده، جدا جدا کپی کرده و اینجا شریک می کنم. اگر اهمیت پنجشیر و شمالی که دامن پروان و کابیسا را در مناسبات قدرت نمی دانید، کتاب سقاود و عمر را بخوانید، آنگاه خواهید دانست که ایجاد نفاق میان پنجشیر و پروان و غیره بخشی از استراتژی پشتونیزم است. من به این باور دارم که خودخواهی و تکبر در زاد قدرت و ثروت نهفته است. هر که اینجا را داشته باشد متکبر خواهد شد. شاید موقعیت پنجشیر را هر ولایت دیگر به دست می آورد مردمانش متکبر می شدند. این اما توجه خودخواهی و تکبر پنجشیری ها نیست. اما پنجشیری که میگم همه مردم پنجشیر مراد ما نیست. آنجا مردان بزرگی هستند که همه چیز را می دانند. شما صحبت های احمد مسعود و مسعود پدر را گوش کنید، درک میکنید که چقدر بزرگ اندیشی و تواضع در آن وجود دارد. کافی است که عینک تعصب و کدورت به قضیه نگاه نکنیم و مسائل را سیاه و سفید نبینیم. اگر تاجک ها به دنبال گرفتن قدرت هستند، باید روی یک فکر واحد جمع شوند و فکر واحد نیاز به یک سازمان سیاسی منضبط و یک سازمان سیاسی منضبط نیاز به یک مرکزیت و ثقل جیشی واحد که بیشترین تاثیرگذاری را در کسب قدرت داشته باشد نیاز دارد. به اعتقاد من مقاومت همان بستر فکری و سازمانی است که میتواند تاجک را جمع کند و مرکزیت بهتر از پنجشیر نمیتوانیم سراغ گیریم. تفصیل این سخن در اینجا مقدور نیست و با دوستان علاقمند میشود که توضیح داد. با این فکر کرده اید که چرا رهبری طالبان در قندهار مرکزیت خود را مستقر کرده است؟ چون قندهار مرکز اقتدار پشتون هاست. اگر پشتون مشرقی و غزنیمال و غیره علیه مرکزیت قندهار موضع بگیرد، متفرق می شوند و قدرت را از دست می دهند. در 50 سال اخیر پنجشیر جایگاه خود را به عنوان مرکزیت اقتدار تاجکان تثبیت کرده است و تخریب این مرکز تیشه زدن به ریشه قدرت تاجکان است. البته این گفته به معنای اغفال از ندانم کاری ها و فساد و بدکرداری های پنجشیری ها نیست. آنجا نیز مردم نادان و بیخبر از تاریخ و سیاست وجود دارد. آنجا هم خائن و جاسوس وجود دارد. عقلانی نیست که به خاطر کیک پوستین را بسوزانیم. رستم روشنگر. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و منت دارتان.